بعد از هنرنمایی دوچرخه سواران نوبت به دوستداران دو رسید. در این معرکه سولیم گردونی نفرانی سن و سال و کسب و کارشان مختلف فعالان شرکت کردند. دوی ملی که در دایره چورابینهای ورزشی بخشیده به تجلیل سزاوار از جشن بین المللی نوروز دور شد، نفرانی زیادی را از تمام وزارات دوره‌ها، مؤسسه و کارخانه‌ها و دیگر تشکلات و جمعیت‌ها به هم آورد. 102 تپونچه با آغاز دو در شهر دوشنبه رسمان افتتاح بخشید. حرکت از درامدگاه محله چورباغ شروع شده توسط خیابان افیز شیروزی دومه کرد و در نوروزگاه پایتخت به انجام رسید. مسافه پیشبینی شده برای شروکچان 3 کیلومتر راه مقرر شده بود که بسیاری ها بخصوص جوانان تلاش کردند تا این مسافه را اولین شده تعیین نموده غالبیت را به دست آورند. باید گفت که چورابین های مربوط به دوی عموی در تاجیکستان شروع از سال 2006 با مقصد تحکیم طرز حیات سالم، رشد ورزش و عموییت آن میانی اهالی دایر میگردد. این چورابین سالم گردونی در هر یک جشن و عیدهای عمومی ملی در سطح بلند تشکیل کرده می شود. دویدن برای بعضی ها نه اونقدر خوش است، ولی تجربه ها نشان می دهند که این نوع ورزش بهترین و از همه ارزان ترین تبوبت و انتخاب حیات سالم به حساب می رود. از این لحاظ این نوع ورزش را کودکان، نورسان، جوانان و حتی کلانسالان همه پسندند. دویدن برای پرقوت نمودن حالت روحی و کم نمودن وزن زیادتی نقش مهمی بازد. منتظم مشغول شدن به این نوع ورزش شخص را فعال، بولیده و هدف رس نموده، خود به خودی شخص را بلند می نماید. قید کردن به مورد است که مسابقه های مذکور با تشخیص مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در همکاری با کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده. مقصد از آن عمومیت ورزش و با این وسیله تامین نمودن سالمی جامعه به حساب می رود. در پویگا با مسافه 3 کیلومتر کارمندان ساختارهای قدرتی کشور پیش صفی نشان دادند. از جمله از گوارد ملی همچنین کارمندان وزارت کارهای داخلی، هیئت دانشکده حربی، وزارت مدافع از اولین ها شده به مرا رسیدند. بایستی ذکر است که مسابقه های مذکور برای عموی گردانی ورزش در میان جامعه راه اندازی گردیده بود و برای اشتراک فعالانه با چند نفر از اشتراکچیان از جانب کمیته تدارکات تحفه خاطروی و دیپلم تقدیم کرده شد. در واقع فقط من هنرمند را چون که هنرمند هستم بسیار میخواستم که هنرمند چون با صدا کار دارن، با نفس کار دارن، من فکر میکنم که اون هنرمندی که میخواهد که صداش گیرا باشد، صدای قوی و زیبا داشته باشد، همیشه باید تمرین بدن کردنش در کار، نه اینکه فقط ما منتظر شویم روزهای دوی ملی رو به خاطر یک این یا این کدام یک عید. هنرمند هر روزه باید نه کمتر از 3-4 کیلومتر یا که راه گردد یا که دود. و امروز ما یک گروه آموزگاران کارمندان مکتب اینترنت میانه مخصوصات جمهوری به نام میرتلو عطایف که امروز در این چورابینی بوشکو دوی ملی اشتراک داریم، من افتخار میکنم. من همچون یک هنرمند با تمامی همکسبانم توصیه میدم که هنرمند همیشه باید در تمرین باشد. دویدن در حقیقت بسیار با من خودم در مثال خودم میگم بسیار حس کردم که همین دویدن یکی از نمود بهترین ورزش حساب میشود. هنگام دویدن تمام عضوهای بدن امکانات های پتانسیل خودش استفاده میبرد. ما میگم که می خواهید که کسل نشوید دوید، خواهید که فربه نشوید دوید، خواهید که در پیری قابلیت کاری خود را گم نکنید دوید. من خدا به شکر به سن 79 دارم آمده استادم. خب من خودم را خوب حس میکنم، هر سال من همه 10 کیلومتر به ملال میدوم. و مساله با بخشیده به تجلیل عید بین المللی نوروز در سراسر جمهوری تاجیکستان، مخصوصا در پایتخت از زمان شهر دوشنبه، دوی نوروزی و مارافونی ولسپیدرونی برگزار کرده می شود و امروز این چورابینی بسیار یک سطح بلندی کسبی دایر گردید، زیرا که در این چورابینی های مذکور تمام نورسان و جوانان، ورزشگران و کارمندان کسب و کار گوناگون از تمام وزارت و کمیته های دولتی فعالانه اشتراک نمودند.